سلام به همه همراهان ما در چنل دانستنی های جالب. ما رو سابسکرایب کنید برای اینکه از ویدیوهای جذاب بعدیمون اطلاع داشته باشید. مسجد باور نکردنی شیطان. خیلی ها هنوز مغزشون درگیر اینه که وقتی خدا به شیطان گفت برو گم شو، این شیطان هم که چشاش چرخونده رفت، اصلا کجا رفت؟ دوستان، این چیزی که توی مکه به عنوان خونه شیطان بهش سنگ میزنن، اولا که خونه نیست و یه دیواره و جایی که اولین بار شیطان توسط حضرت ابراهیم رؤیت شده، حضرتم رحم نکرده با یه سنگ به کله شیطان کوفته. پس اون خونه شیطان نیست و نمادشه. خونه اصلی شیطان کجاست؟ شیطان جای خاصی زندگی نمیکنه، یعنی مکان نداره. نه خیر، کلا مکان و زمان فقط مال ماست و شیطان محدود به مکان و زمان نیست و تو جمع رفیقاشه. آره، حالا رفیقاش کیان؟ الان میگم. مثلا فرشته ها میرن پیش دوستداران خدا، شیطان هم میره پیش دشمنان خدا. مثلا توی ماجرای قتل پیامبر اسلام، شیطان پا شده بود رفته بود کجا؟ بین مشرکین و داشت باهاشون همکاری میکرد. اصلا روایت داریم که شیطان تخمای خودشو میذاره توی قلب انسانهای بدصفت. آره، اون تخم شیطونی رو میگم، فکر بد نکن. یعنی اونایی که شیطان صفتن، سینه هاشون، بازم داری فکر بد میکنی، محل مناسبی برای پرورش بچه های شیطونه. کسایی مثل نزول خورا، مال مردم خورا، حتی مال اینایی که لباس واسه پوشیدن ندارن هم میخورن. حالا که تا اینجا اومدید، چنل دانستنی های جالب رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا بریم بقیهش رو ببینیم. شیطان از اونجایی که خواست از همون اول وارد روح انسان بشه اما نتونست، به جاش جوجه هایی که از اون تخما در میانه بزرگ بشن قلب و احاطه میکنن و یه جورایی چی انسان میزبانشون میشه. خب دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که شیطان مسجد و مؤذن هم داره. عجب. پیامبر اسلام از شیطان پرسیدن که مسجدت کجاست؟ شیطان هم گفت یا پیامبر، مسجد من بازاراییه که پر از کلاهبرداری و دروغه، اونجا میشه مسجد شیطان. بعد پیامبر فرمودن با چه کسایی هم غذا میشی؟ شیطان گفت جز هندیایی که فلفل خیلی میخورن، با زنا و مردایی که قبل